من وطن گرامی مشیری هستم، بهرام در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. روز دوشنبه 13 از ماه اکتبر سال 2008 میلادی، روزهای دوشنبه، به مدت یک ساعت و نیم از ساعت 11:30 به وقت محلی لس آنجلس به ساعت 1 بعد از ظهر در خدمت شما هستم. در روزهای دوشنبه مدت هاست توجه شما هموطنان گرامی رو جمع کردیم به هست شبت که موضوع مقالطات و حکمت دروغین یادگار حکیم یونان ارسطو، و این صحبت بسیار مورد توجه شما هموطنان گرامی قرار گرفته است به لحاظ اینکه برای نخستین بار است که در تاریخ ایران چنین چیزی در سطح جامعه مطرح می شود. امروز البته به واسطه یادی که خواهیم داشت از دکتر جواد نوربخش، دوست من و هر شود که قطب سلسله نعمت اللهی، بخش اعظم برنامه رو اختصاص خواهیم داد به دکتر نوربخش و مطالب مربوط به تصوف. در واقع یک دوره‌ای می‌کنیم تاریخ تصوف، که تصوف چه بوده است و مقصود چه بوده است و پس از طی روزگاران به چه شکلی در آمد. اجازه فرمایید این حافظ بزرگ رو باز بکنیم و ببینیم که حافظ چه دارد. بله، دلم جز مهر محرودان طریقی بر نمیگیرد، زهر در میدهم پندش ولیکن در نمیگیرد. خدا را ای نصیحت گو، حدیث ساغر و میگو، که نقشی در خیال ما از این خوشتر نمیگیرد. صراحی میکشم پنهان و مردم دفتر انگارند، عجب گر آتش این زهر در دفتر نمیگیرد. من این دلق مرقع را بخواهم سوختن روزی، که پیر من فروشانش به جامی بر نمیگیرد. از آن رو هست یاران را صفاها با می لعلش، که غیر از راستی نقشی در آن جوهر نمیگیرد. سر و چشمی چنین دلکش، تو گویی چشم از او برگیر، برو کاین وعظ بی‌معنی مرا در سر نمیگیرد. نصیحتگوی رندان را که با حکم قضا جنگ است، دلش را تنگ میبینم مگر ساغر نمیگیرد. میان گریه میخندم که چون شمع در این زبان آتشینم هست، لیکن در نمیگیرد. چه خوش سید دلم کردی، بنازم چشم مستت را، که کس مرغان وحشی را از این خوشتر نمیگیرد. سخن در احتیاج آب و استغنای معشوق است، چه سود افسونگری ای دل که در دلبر نمیگیرد. من آن آینه را روزی به دست دارم سکندروار، اگر میگیرد این آتش زمانی بر نمیگیرد. خدا را رحمی ای منعم، که درویش سر کوجت دری دیگر نمیداند، رهی دیگر نمیگیرد. بدین شعر تر شیرین ز شاهنشه عجب دارم، سردا پای حافظ را چرا در زر نمیگیرد. از کردم خدمت شما که سعدی حافظ به چه اوقات اقتدا میکند. حافظ به سعدی این رکی که خدمت خوندم، میان گریه میخندم که چون شمع اندر این مجلس، زبان آتشین هم هست که در نمیگیرد. بله، این از سعدی درست این بوده با بله سعدی آتش زبانم روز و شب سوزم چشم، با همه آتش زبانی در تو گیرایی نیست. خب عرض می شود مثلا شما که امروز در آمریکا کولومبوس دی هست. کریستوف کولوم یک سیاح ایتالیایی به سال 1492 قصد داشت برود که هندوستان، آمد اینجا و این قاره رو کشف کرد. البته وقتی میگیم کشف یعنی مطلبی که پیش از او و پیش از اون زمان کسی و بابا نمیداند، در این قاره از کنند تمدن ها بود از این کاز امپایر و از سبب که سرخپوستان که در اینجا زندگی میکردن و چون فکر میکردن که آمدن به هندوستان
به سرخوستان صاحب دیدن گفتن ایندیان، یعنی هندی ها، هنوز هم میگوین ایندیان، امریکن ایندیان. و این روز رو از سرات که به خاطر این کشف تحقیلیست در امریکا و در صورت روز جشن. حالا شما اگر از دید سرخوستان نگاه بکنید اینها، ببینید که جشنی هم نبوده برای این چاره ها، چون وقتی پای انگلیس ها باز شده اینها جنایات عجیبی در اینجا مرتکب شده. در ولتر میخواندن که چند میلیون نفر ساکنان این قاره رو، این مسیحیان نمایندگان حضرت مسیح، سر بریدن و کشتن و از شبت که این گرد مسیحیت رو بسر این ملت کوبیدند و اینها. و از شبت که واقعا این تاریخ حزن‌انگیزیست، این تاریخ ارتباطات اروپاییان با سکنه اصلی این سرزمین. و بعض امراض در اروپا و آسیا و اینها در اینجا بیچاره آشنا نبودن و انگلیس ها می آمدن اینجا حسابت که پتوهای آلوده به تاون و با اینا می دادن به این سرخوستا. اینا بیچاره می دادن چه پتوهای خوبیستی گرفتن و قبیله بعد از قبیله می مردن. و داستان خیلی 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 غم‌انگیزی. حالا اگر که ما معتقد باشیم به دست انتقام و طبیعت، که این هم باید که خیلی داستان خرافی، اما به هر صورت خود این ها میگوین ما بیشتر از 500 هزار تا سرخپوست نکشتیم ما سفید پوستا اینها. و در دوران لینکلن که جنگ های شمال جنوب در گرفت، 500 هزار سفید پوست در اینجا کشته شد. بسیار گفتن این همون انتقام خونه بیچاره سرخپوست‌هاست. باری امروز دست از در این مملکت و در کشور آمریکا ما چیز مذهبی نداریم، هر سبتی جز تولد مسیح و ایستر، بقیهش مربوط هست به این مردم و این همه جشن هستن. روز عزا ما نداریم. فکر نمی‌کنم در اروپا هم روز عزاداری باشد، برعکس کشور ما که هر سبتی که یک جشن داریم که اون هم نوروز هست، که هر از گاهی آخوندها حمله کردن که تعطیلش بکنن، در کتاباشون نوشتن یادگار گبره ها می دانند و اینها. از روزگار این که اسلام پربرکت کاشت و سیلت به ایران و این نوروز دشمنی شده است، معلوم نیست سال آخوندها چه بکنن. تعجب نکنید که از شبت یکی باغری صادقی چیزی کش بکنن که در اون روز مثلا دلدرد گرفته و اینها و بزنن به سینه و عزاداری و این نوروز رو بردارن. هیچ بعید نیست از این آخوند که بگویید در می آید. اما این روزها با رد کردم، مثل چهارشنبه سوری، مثل نوروز، سیزده بدر، اینها سنگرهای مقاومت سیاسی برای ما هستن، برای مردمی که داره تشکیلات نیستن و حزب نیستن. مقصود از حزب و تشکیلات متشکل شدن مردم هست برای حصول اهداف بزرگ. اینها با هم متشکل می کنند. سیزده بدر، نوروز، از کنم که این جلسه های ملی و اعیاد رسمی ایرانی، این هست که هر چی بیشتر ما بایستی در اینها مشارکت کنیم و بیشتر گرامی بداریم اینها رو. حالا یاد من اومد از این داستان کریستوف کلم. بقیهش رسمی کوبیدن هست و گریوزاری هست و از شبت که هر روز هم یکی از اینها مرده. یک دو تن که نیستن که از دوستی فرقون ایران رو اگر نگاه کنیم، اگر ایران قرار بود که دولت ایران دولت مفخوری نباشد، رضا خواهد برای مردم کار تولید کند، اگر کار در اون مملکت اهمیت داشت نمی شد این کارها رو کرد. یه کشوری 6 ماه در سال تقریبا تعطیل هست ایران، یا تعطیل یا نیمه تعطیل، هر روز کشور تعطیل. هر سبت که ماه رمضان هست و هر سبت که پرخوری و شغلانی نمی دونم هر دیدار شدن و از این داستان ها و نماز گذاشتن سر کار و ازشن که تحتیل دادم علی رو ضربت دادم، علی مرد، نمیدونم باقر مرد، روز دیگر میدونم حسین رو سر برید سر اموشه، روز دیگر نمیدونم کسی رو کشتن. خالصه دارم داستان سر کشتن و مردن و گریه و زاری هست و چه ثوابی دارد هر کس گریه بکنن در رفته بر حسین، نمیدونم در جهش خواهد کرده. اینها این همه بدبختی و نکرات تاریخی گریبانگیر ما شده متاسفانه. از کنم خدمت شما که جای دین در اینجاست، جای دانش در اینجاست،
جای هر دو نمی شود در یک صحنه جمع کرد. با آمدن دانش یعنی علم این یکی ناپدید میشه. و عوام الناس رو خدمتتون عرض کردم با دو چیزی شود زیر سیطره آورد و به بند کشید و به مزدوری گرفت، یکی دین هست یکی زور. حالا تصور بفرمایید چه محشر کبرایی خواهد بود که اگر دین تبدیل بشه به دستگاه زور. به 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 گل بود و به سبزه نیز آراسته شد، یعنی هم زور هم دین، حکومت دینی. و این که بعضی دوستان زنگ میزنن و بعضی دوستان هستن در این آمریکا و اینها سروات ایران در دو با لغلقه زبان زندگی میکنن، دانشی هم ندارن. من دو شما با خاطریت عرض میکنم خیلی جدی نگیرید این القاب دکترا مفتراها رو در این تلویزیون ها میشینن یا خیلی جدی اینا تای کارشی که نگاه کنید مردمان کم سواد و در حقیقت بی سوادی هستن. دیدم من کارهای همه اینا رو تو لازمی فرمایید. حالا همه که بگم که البته صحیح نیست، اما بسیاری از اونها که اینجا بودا بلندنه زبان آقا با دین مردم چیکار، اونهایی که با دین مردم اینا. آقا ما با دین کسی کار نداریم، ما با شما کار داریم، ما با زور با عقب افتادگی و جنایت با آدم کشی کار داریم. حالا چنان اتفاق افتاد که زور آدم کشی عرض کنم که منبعث هست از احکام یک دین، البته باید این نقض بشه. پدیده‌ای در جهان عرض کنم قضاوت و در جهان دادگستری در تاریخ بشر آیا عقب افتاده تر نکبتر از قصاص؟ شما سراغ دارید به من نشون بدید ببینم چیه. اگر حسن زد در گوش حسین، حسین رو بیاورید بزند به گوش حسن. حالا اگر زنی که زد به گوش حسن چک و حسن کور شد، دوباره یک چاقوی بدهید به دست حسن که چک و حسین رو در بیاورد. حالا اگر او میخواست این کار رو بکند دماغ حسین رو برید، باید کار بدهید دست حسین که دماغ حسن رو. اینم شد قانون، قانون قصاص. اینها رو الله مدینه از شبت که به توسط جبرئیل فرستاده است، اینها تا روز قیامت باید این ملت بیچاره دچار این عقب افتگی ادبار نکبت باشد. وقتی هم در باره صحبت بکنید آقا با دین مردم، مثلا بیاین دین رو تعریف کنید ببینید دین چه هست، داستان چه بوده، این نقشش در تاریخ چه بوده. سیغه ازدواج مرد 90 ساله با دختر 7 ساله، حالا 7 سالگی نامزد میکنیم، نامزد میکنیم، همونی که حضرت ختمی مرتبه این کار رو کردن، این باید قانون الهی باید برقرار بشه. تو این جنایت میگیرن و زندان میکنن، این بچه بازی آقا تجاوز به طفل 9 ساله. حضرت صادق فرمودن که هر کسی که دخترش 9 ساله بشه و در خانه حیض بگیرد، اون خانه جای شیاطین جهنم است. چه حیض ببرد؟ اینا دینه به نظر شما؟ سرواتا رو میبندن، عرض میکنم از این تلویزیون به اون تلویزیون، یک پشت عبارت سرهم میکنن در پشت همدازی هم البته مهارت دارن. یکی سی که نادان باشی گوش کنم که عجب مرد دانشمندی اینجا نشسته، حرفاش رو بررسی میکنی یعنی به اندازه یک آدم عمی منطق نداره. اعلامیه حقوق انسان رو نگاه کنی، اعلامیه حقوق بشر، فکر می‌کنی کسی باشه در جهان که مخالفت بکنه به اعلامیه حقوق بشر؟ بعضی وقتا مردم آزاد هستند دینش، هر کسی یک دین عقیده با عقیده که نمی‌شود مخالفت کرد. آدمی که از کنن که مدعی باشد که طرفدار آزادی انسان هست که با دین کسی کاری نداره. اما این داستان دین امروز تبدیل شده است به چماق عرض کنن که ستمکاری و فساد. این هموطنی به من زنگ زدن و گفتن آقا من گروهبان بودم در داستان این عملیات فروغ جاویدان، این چند بچه مجاهد بیچاره آمدن به ایران، گفت زیر یک پلی بود یک دختر مجاهد رو گرفته بودیم، سردار اسلام صف بسته بودن، دستور داده بود کلی آمدن صف کشیده بودن به این دختر، اونقدر تجاوز کردن تا مرد.
مطابق شریعت مصطفی. بابا این کارو عربا هم نمی کردن بابا جان. شما نگاه کنید به این تاریخ ها، اینها عرض کردن برای که مطلب رو بفهمید باید ببینید اینا چه می کردن، اعمالشون چه بوده. نه اینکه آخون سر من بر چه گفت 1500 سال بعد. اینا می گفتن که هر وقت حمله می کنید عرض کنن به حکم الله مدینه و بابا رو می کشید، کافر بوده، زنش رو که می گیرید اولین عربی که اون زن رو می گیرید مال اون بود. چه بسا داستان ها دیدیم که یک کسی رفته از همین اندوزان مدینه یک کسی رو کشتن گرفته و مدتی هم دست نمی زده به اون زن، حمله نمی کرده. داستان ها هست. ما ندیده این که در روزگار مدینه این سرداران اسلام صف کشن پشتر هم که بخوان تجاوز کنن به یک دختر. وقتی که حمله شد به خیبر که این خیبری های بیچاره ما یهودی بودن چندین زمین 10 کیلومتر از مدینه هیچ کاری هم به کاری کسی نداشتن که هموار اینا رو بگیرن. حضرت مولای متقیان پسر ابو طالب وقتی که صفیه را گرفت اینها فرستادش بیرون و حضرت ختم مرتبت به محصی که دیدنشون زیباست عبای خود رو بر روی رو انداخته. یعنی چی؟ یعنی این در مالکیت منه، این دیگه شما نگاه نکنید بید بابا این کارها اینجوری میگرفتن. در زندان ما ندیدیم در زندان حجاج ابن یوسف مسلمان ها را قطار بکنن که به دختری به زن مردم تجاوز بکنن. این حالا چیز شد انتقاد از جین هست. این جینه به نظر شما آقایی که کروات می‌بندی در این تلویزیون ها با لغلغه زبان داری زندگی می‌کنی، یک عمری سر مردم کلا گذاشتی. یاد ببینید چند هزار دختر رو در زندان های ایران اینا تجاوز کردن و کشتن. مگر میسر هست چنین چیزی؟ مگر میسر هست به اسیر تجاوز کردن؟ آقا در فرزند نازی ها ما ندیدیم که جزء سیاست و پالیسی باشد که دستور آمده باشد از هیتلر آقا وقتی شما گرفتین یهودی ها زناشون رو برین در زندان ها صف کشین نازی ها تجاوز کنه. ما همچی چیزی ندیدیم در ایران، فقط دیدیم توسط این عرض کنم که نمایندگان این دین ما دیدیم. حالا میخوام خدمتتون عرض کنم که این عرض کنم که انسان، روح انسان ظرفیت های مختلف داره. مثل این تراش های الماس دیدین وجود مختلفش رو تراشیدن، یک رشهش تابناکه برمیگرده فرسونه به جوان مردی خدمت های انسانی نیکی کردن، حس دلسوزی فرض کنید، حس کمک به ضعیف‌تر، اینها خصلت‌های انسانی هستند. تعدادی هم خصلت‌های حیوانی هست، مثل تجاوز، مثل حس گرفتن مال دیگری، مثل عرض کنن که کشتار، خشونت در ذات ما هست. ما قارنشین بودیم و عرض کنن که شبیه حیوانات زندگی می‌کردیم. اینا یادگار اون روزگار است. اینکه می‌نشینید و مسابقه بوکس نگاه می‌کنید به من آقا یک مشت می‌کوبه به دماغ اون حریف یا زنان سونت خورده تا حد میبریم، این همون در حقیقت ارضای اون خاص خشونت طلبی ماست. رجال بزرگ، رهبران بزرگ در تاریخ سعیشون بر این بوده که این ابعاد روشن روح انسان رو روشنتر بکنن، اون ابعاد تیره رو تضعیف بکنن. گاندی بدون جهت مرد بزرگی است که قادر بود به انجام این کار. یک صحنه هست از فیلمی که ساختن، یک هندی آمده میگه من حس میکنم در جهنمم، یک طفل مسلمان رو من کشتم. گاندی هم افتاده بود روزه گرفته بود چند روز اینها بی حرکت افتاده بود زمین، گفت I know a way out of hell، یک راهی بیرون از جهنم من میدانم، برو یک طفل بی پدر مسلمان رو بیاور و او رو بزرگ کن مثل پسر خود. این رو میگویند دین. اون تعدادی که صف بستن زیر اون پل، حالا این داستان درست باشه یا نباشه من حد میزنم درست است، چون از این کارها بسیار شده. رهبری مملکت این بعد تیره رو برکشیده، تقویت کرده. اگر اون بچه هم هست کنن که اگر به گونه دیگر با اینا صحبت میشد که آقا آدم با اسیر از این کارا نمی کنه، نمی کردن.
اما وقتی گفتی فرمایش امام هست و این کفار هستن اینا و این کافری که گرفتیم در زیر پل اونقدر تجاوز کنیم تا بمیرد، تو وقتی دختر مرد تو خواهر گفت کافر مرد برید دنبال کار. ولی چند نفر به جسد اون دختر تجاوز کردن بنده نمیدانم. شاهدان عینی در زندان ها بودن که هستن امروز این داستان ها. این دولت دینی پر برکت چیزی برای ما باقی نمانده. الان ما چه چیزی داریم به شیا بیزیم؟ این میزان تحقیر و توهین که به این مردم شده است در روزگار جمهوری پربرکت در روزگار مغول هرگز نشد. لباس بلا فاصلی که کشتار تموم شد به این مردم احترام بذارین. آقا اینجا یه کشور ما شده، ما نیازمند هستیم دلجویی بکنیم از آن. این جیابانگردان خونخوار مغول این دوستان مدینه از ابتدا کارشون با زور بوده و خشونت و تحمیل و نمایندگی الله کردن. امروز میخوام در باب دکتر نوربخش صحبت کنیم. ایرانیان نتوانستن آقا برتابن این جمهور و تسلطی که در این دین بود و خشونتی که این الله تجویز میکرد. آقا چه داستانی هنی چه آقا چه حکایتی است آقا چه دینی چه داستانی. با دین مردم ها کدوم دین؟ شما دین به من نشون بدید ببینم کدوم دین. آقا جان تشریف ببرید هندوستان ببینید چه خبره. موش پرست، مار کبرا پرست، دنبال لورد شیوا، لورد لاکسپین. یعنی اگه بنده بخوام اینا رو دام ببرم وقت امروز نمیرسه به تعداد ادیان مختلف. همه مثل برادر با هم زندگی میکنن. آقا جان طوری که هر کسی در هر جای جهان دچار گرفتاری میشد اینا میزدن میکشتن اینا میرفت هندوستان میپذیرفتنش. گفتن اینجا آقا ما اهل تحملیم اهل تظاهریم تجی ببرید. در جایی که مسلمانان بیشتر هستن از سه صبح خواب حرام هست بر مردم. با این بلندگوهای عرض کنن که شکسته فکسته اینا خارخار این مؤذن بلند میشه فکر اینم نمیکنه که آقا این کار ما مزاحمه دیگران هست. آقا این داستان زمانی بود در بیابان‌ها این عربا پراکنده بودن. این یک کسی میره رو توی سپالان شطوری فریاد داد و بیداد میکرد که مردم بیان مثل نماز بخونن. بلشون از گروه هاشون شیوستگی میشه برای حمله و اینا آماده باشه. اگه همه ساعت دارن دیگه مزاحم مردم شدن شعار صبح. این مزاحمت از تجاوز علنی به حقوق مردم هست. این از اون گفتن شعار صبح سر زندنم این دین ما آقای مزاهم. آقا جان مردم خواهم بخوابن کار زندگی دارن. مسلمان همیشه بیکار بوده. در روزگاری که وضعشون خوب بود از مالیات و دزدی مال مردم بود بعدن بیچاره شدن جدا شدن هم جدا بیچاره هستن بهترینش همین شاید نفرو چه خلیج فارس هست. وضعشون نگاه کنی چون کار و کوشش و احترام به عقاید دیگران در بطون این مذهب نیست. نشه انکار اونا همه نجس هستن تمام کفار هستن یا کفار حلی هستن یا کفار کتابی هستن. مردم جهان دو گونه. اینم شد ایدئولوژی و داستان. الهیست چهار صبح رفتن با این بلندگوهای نمیدونم هزار باتی همه صغیر و کبیر جهان رو بیخواب کردن. این الهیست. این هم گرفتاری این هم گرفتاری این کراوات بند ها. اینا در حقیقت کاری که دارن میکنن میخوان یک به قول عوام یک حالی به آخونده هم بدن در هشت لحظ شد لقه شهر بیپنه که جنگی به اینا بیاد. اگر انسان آزاده که زیر بار دروغ و تجاوز نمیره زیر بار رذیلت نمیره که خب چش داری میبینی که میگذره. یه آقای محترمی که بسیار مرد خوبی در باب صادق هدایت نوشته. صادق هدایت دیجین بود مرد حسابی. تو که نویسنده این بزرگواری هستی که از فرانسه نشستی. آقا این بیدینه اساسا این فهبای فوش داره. میتوانی سیزی بگو این جینگوریز بود.
آیا صادق هدایت این که ما آدم مثل اوت هم داشتیم در انسانیت بیدین بود و شما دین داری؟ عارف قدیمی هم بیدین بود. اینها در واقع یک کشفک آخوند دادن و عشق و ترشته این دوستان اهل قدم حسد آخوندهای عزیز میکنن همکاری. اینها از کنم که این دوستانها واقعا خجالت آوره. آقا بنویس صادق هدایت مرد دین نبود، اهل دین نبود، دین گریز بود. نه که صادق هدایت بیدین بود در تحویل گوفکور قرار بودن ایشان خودشان میدنیم خودو باید چی کسی هست. یک نوع فوش رکی که اینجا دیدیم آقا مجموعه عقایدی یک شخصش معتقد هست و پیروی میکنه برای دین. دین صادق هدایت بزرگواری بود و انسانیت بود که نظیر صادق هدایت ما بسیار هم داشتیم از فضیلت‌های فردی و شخصی. یکی از شاهدان عینی تعریف میکرد، تعریف کرده بود در جایی که ما میرفتیم کرواتا رو محکم بسته بودیم کفشار بافتده و براق و اینها، یک آدمی گاریش تو گل گیر کرده بود و این خر بیچاره رو داشت شلاق میزد، این خر نمیتونست این گاری رو بکشه. گفت هدایت رفت تا کمرش رفت به گل، گاری رو هل داد، از سرباله کمک کرد به اون خر در واقع و بعد صورتش هم بر نگردن. شما ایستاده بودیم دست به کمر زده بودیم که کراوات همون جا به جا نشه. رفت. این آدم دیدین بوده استاد محترم، شما دیندار هستین. خب حد می شود که چون قرار در باب تصرف صحبت بکنیم یک موسیقی بسیار زیبایی برای شما خواهد خواهیم کرد. این موسیقی به طور اتفاقی زنده در خانقاه لندن نواخته شده و ضرب شده. محسن دوست عزیز من که همکاری میکنه خود اینجا حضور داشته دفش رو محسن شم زده، این دردیش بزرگوار ما و دوست عزیز من و ساز و صدای لطفی. به نظر من یکی از بهترین کارهای لطفی همین کاری که بیشتری رسته بوده دردیش شده بوده این محترم در پیش دکتر نوربخش که البته گویا اخراج شد نمیدونم آره داستانش نوربخش رو هنگ کن. این بسیار زیباست، خیلی شور و حال عارفانه داره. اجازه فهم این موسیقی رو گوش کنیم برمیگردیم به موضوع تصوف بسنده بگیم. Thank you.
حواره ناز مقال تو شنید خانه به جام و ساغر و پیمانه تو از خیش گم شدم که براه و هر چه میرسم از خیشتن خبر گیرم.
گرامی یک موسیقی خانوادگی شنیدیم، آواز و ساز محمد رضا لطفی و غزلی بود از زنده یاد دکتر جواد نوربخش، دوست در گذشته ما، و از کنه این موسیقی خانقاهی حال هواش کاملا به موسیقی رسی فرق میکنه. وقتی از کنم که اهل دل باشه و اهل حال را بفهمد که داستان شد در عبارت ها بود با اشاره به حجاز. از این شبه که این یک اجرای بود اتفاقی اینا که محسن زد کرده به دستوزید کوچک، که البته وقتی پخش میشه میتیری کلمات مفهوم نیست، اما حال بهتری میداشت اگر کلمات مفهوم تر میبود. اجرای خوب بود به نظر من در فضای خانقاه، اینها کار خوب بود از لطفی. لطفی از دراویش نعمت اللهی شد و بگونه که دکتر روبخش رو هم میگفتن به جلایلی گویا عذر این هنرمند رو خواسته بودن از خانقاه لندن. خب بذاریم برگردیم سر موضوع. چند نکته اشاره کنم. یکی اون که لطفاً تلفن میفرمایید واضح بفرمایید، اول تلفنتون رو بفرمایید، اگر که مقصودی نیست که با بنده صحبت بکنید، از اروپا به خصوص این کانتری کد نمیدونم شهرتون رو لطف کنید. سم تلفن برای ما گذاشتن که اصلا کار نمیکنه. یه پزشک محترمی از ایتالیا که زنگ زده بودن و شاکی بودن که چندین بار زنگ زدن و نشده است، من چندین بار خدمتشون زنگ زدم. دوست خانم دیگری به نام ناجی زنگ زده بودن، تلفن اشتباه گذاشته بودن. این است که محبت کنید تلفناتون رو اول یادداشت کنید روی کاغذ. من دیدم بسیاری از هموطنان با تلفن‌ها خودشون مشکل دارن، یعنی میخوان تلفن رو یادشون نمیاد، یه چیزی میگن بعد زنگ زدن آقا ما اشتباه کردیم و اینا. ما وقتی زیادی ما با سرانجام رفتن با شماره نداریم، باور بفرمایید. اینکه محبت کنید، بزرگواری بفرمایید، عنایت بفرمایید، زنگ بزنید تلفنتون رو یادداشت بکنید، واضح آرام بفرمایید. چون من که تلفن شما رو نمیدونم، شماتون حفظ کردین، خیال میکنید که منم بلدم. در بتون واقعا تونتون میفرمایید و عرض کنم که بعد قطع میکنید. در سر بزرگی اینجا برای ما که یه تلفنی رو بگیریم و نشود. موضوع دیگر این که عاشق مسیح این قربانی تعصب دینداران طالبان که ما آوردیم، بسیار از هموطنان تلفن کردن. خاطرات این مرد با عجله بود به نظر من، یعنی خاطرش از کودکی تا پایان عرض کنن که روزگار بدبختی گرفتاریش رو در این ساعت بیان کنه. من ایشونو باز خواهم آورد و از اونجایی که دستگیر شدن توسط طالبان از ایشان خواهم خواست که توضیح بدن خدمت شما. این مرد بزرگوار، بسیار مرد فرزانی عاشق مسیح، برای شما توضیح بدن و گویا طلب کمک کردن. از ایشون خواهش میکنم که چون من وارد این کارها نیستم، اساسا لمسی ندارم با قضایای مالی این صحبتها، ایشون شما حسابی نمیدارم آدرسی هر که خودشون دارن روز چهارشنبه ازشون دعوت خواهم کرد. اگر کسانی بخوان بهشون کمک کنن که کاراش رو انجام بده، کتابش رو بنویسه یا چاپ بکنه، خودشون مستقیم با هم کار بکنن. این دو سه نکته بود که عرض کنم که خواستم به شما گفته باشم. اجازه بدم این سر موضوع دکتر جواد نوربخش رو بیاوردم، دوست من بود و آشنایی ما با ایشان توسط همین محسن خان شادزه، محسن خان شمس که از نوجوای ایران سازادگان قاجاری و امروز هم نشسته در دفتر هست در سال فرمان شد. ولی بفرمایید ما یک مروری کوتاه بکنیم در تصور که اساسا منظور از این داستان چه بوده و به چه شکلی در آمده و عرض کنم که چرا به وجود آمد عناصر اصلیش خدمتتون. یه مروری تاریخی کوتاه بکنیم، برمیگردیم سر عرض کنم که شخص جواد نوربخش و اون چه من از این مرد دیدم و برداشته خودم به خدمتتون در بابیشان خواهم گفت. این تصوف از شبه که اصلش از ایران هست، تصوف از خراسان آغاز شده در تقابل با جمود و خشکی و خشونت یک دین بیگانه تحمیلی. یعنی شما اگر نگاه بکنید به تاریخ تصوف و زهاد عرب که اینا در تاریخ تصوف آمدن اسمشون، مثل ابو طالب مکی، مثل بشر حافی، حسن بصری که نگاهن تصوف از او آغاز شده است، اینا یک مورد زاهدان بودن، زهاد بودن. بیشتر اینها نگرانیشون همون بهشت جهنم بود، رابعه. این اون هم
میخوام خدمتتون بگم که بازی حرکت سیاسی بوده، یعنی اون هم در عکس العمل به اشرافیت گرایی بنی امیه رو وجود آمد، وگرنه اونم به وجود نمیاد در عرب، چون اعراب مردمان این جهانی هستن، مردمان مادی هستن، نگرشون به جهان کاملا مادی، دیروز مادی بوده امروز مادی بوده، اینها اهل روحانیت و تفکر معنوی نبودن، این چنین مردمی بودن. و همین دلیل هم شما هرگز مولانا جلال الدینی در این مدینه پیدا نمی‌کنید. مالکشان امروز مثل دکتر سروش و مثل اون شریعتی و مثل این نمی‌دونم این حسین استشاره رفته یه حسین نصر و اینها مالکشان میخوان بگن همه چیز برمیگردد به مدینه. آقا جان به ما بفرمایید که چرا پس از مکتب و مدینه صوفیان بروز ظهور نکردن؟ با یک بایزید بسطامی در کل تاریخ عرب به من نشون بدید من حقا پس میگیرم. اینا یه موز زهاد بودن، عرض کنم که در تقابل با اشرافیت گرایی بنی امیه که ثروت های کلان انداخته بودن و اینها به اون چیز و اون توی قضیه زده بودن و یک نوع پروتستان بودن، داره اندیشه های عمیق فلسفی هم نبودن. هر کاشون رو نگاه کنید، همین رابعه که بهترین شاید باشه، بشر حافی یعنی بابرهنه و دیگران، اینا چیز مهمی نگفتن، همین داستان های ساره بهشت و دوزخ و الله مدینه و از این داستان ها فرا نمی رود از تعلیمات دین. و از سبت که وقتی به ایران آمده یک چیز قریبی بوده، مردم سخت بیگانه بودن، آمدن از کنن که از یک دینشی که صحبای فلسفی نیرومندی داشت یعنی آیین زرتشت، ناگهان آمدن گفتن از امروز شما غلامان و بردگان و نوکرانه. عرض کنن که این عربا هستید که آمدن با این قیافه ها که این اهریمن بودن. عرض شد که و من فکر میکنم که همین بزرگترینشان معروفترینشان اگر امروز در منزل شما پیدا بشود، یعنی همونهایی که شما بر استخوان‌هاشون گریه میکنید، اگر پیدا میشد دم در منزل شما ندن و شما وحشت میکردید، بچه هم به زیر زمین فرار میکردن با اون قیافه و با اون عرض کنم که چشای هیز و عرض شد که تمعکاره و اینها، یعنی این چیزه عجب قریب بودن. باری وقتی که اینها آمدن از سبت که نگاه اینها به جهان، نگاهشون به دین و مذهب و اینها خیلی فکری بود و متصدقین ایران به همون نتیجه رسیدن که آقای دکارت نمیدن چند قرن بعد، یعنی این که شما در دین مغز لازم ندارید، یعنی این که فضیلت های انسانی که بزرگترینش اندیشه هست هیچ لازم ندارید، شما فقط این دستورات دین اجرا بکن، دولا و راست بشو. عرض کنم اگر که پوچی به کسی رو بریدی، جیب پوری کردی، کاری کردی، پول هم گفتی، مکه هم برو، خدا با تو رو به بهش، این مغز لازم نداره. به همین دلیل دکارت میگوید که این دین عرض کنم که راهی به حقیقت ندارد، به جهت اون که دروازه بهش برای احمق‌ترین آدم ها همونقدر باز است که برای هوشمندترین آدم ها. یعنی برای ابن سینا و خلقالی یکی فرق نمی کند که ثوابش بهشت است، همون حوریات مطلع هستین اینها باری زد خشونت فوق‌العاده که اینها به خرج می دادن. این هست که در خراسان ما نخستین از کنم وارقه های این اندیشه انسانی که تصور باشد رو می بینید، من مکتب خراسان، پیران خراسان و بر چهار عنصر استوار بوده این تصور، هیچ کدامش هم اسلامی نیستن. یکیش فتوت هست جوان مرهی که این رسم ایرانیان بود، به خصوص در خراسان از کردم خانه جدیدی که ساخته می شد در ورود حیات رو باز می داشتن میخ می کردن به دیوار که من در منزل این جوان مرد هرگز در ورکتی بسته نیست. جوان مردان و عیاران بودن، این از کنن ایرانی بود. و عنصر دیگرش البته خانقاه هست که یک قبیله ایرانی مطالعه بفرمایید، نگاه کنید به کارهای کسانی که درست تحقیق کردن، خانقاه یک عرض کنم که قبیله ایرانی. عشق هست و وحدت وجود یعنی که موضوع خداشناسی این نیست که ما تصور کنیم یک آدم ریشوی عربی ظالم و قهار و کمعقل و بسیار بیسواد و بسیار ناآگاه نسبت به جهان نشسته اونجا داره حکمرانی میکنه و اینا، و چه ماهیت ضد بشری هم داره این الله مدینه. نگاه کنین آقا حرفاش تو کتابش هست، کتابی که او منصوب کردن و تو کتاب نداشت بعد وقتی بیشتر آن چیز مهم که کتاب نداره. بنابراین این چهار عنصر عرض کنن که همه ایرانی بود. و بعد مکتبی هم که در بغداد وجود آمد که اونا هم همه بزرگان شیرانی بودن، از منصور حلاج بگیرید تا شبلی
و جنید اینها از کنن بیشتر گرایش های عقلی داشتن به جهت اینکه وارد مسیح اصلی تصرف شدن درگیر می شد با قضیه دین و اونجا مرکز خلافت رو در چنشین مرتب نبود. این است که سیستم عقلی از کنن که زم حافظ کارانه جنید که البته شبلی از او آشقتر بود و بهتر بود به گمان من و حلاج که از کنن که یک تره آشق بود در اینجا از کنم که مکتب معتدل محافظ کارانه بغداد داریم و مکتب خراسان، اما این پیران خراسان هستن که اینها وارد افتخار تاریخ تصوف هستن و از همه ادیانی که در ایران به وجود آمد که جهات دین و مذهب به طرف بگیرد شما این مذهب عشق رنگین ترین و زیباترین همه اینها به خصوص نظریه وحدت وجود که وجود یکی و دو نیست. ای فدای تو هم دل و هم جان وین تاب و هر همین و همان دل فدای تو چون توی دلبر جان تاب تو چون توی جان جوش از سوز عشق و جذبه شوق هر طرف میشه تافتم حیران آخر کار شوق دیدارم سوی دیر مغان کشید انان چشم بد دور خلوتی دیدم روشن از نور حق نزد نیران پیر اونجا با فتح رو دید عدد گرد دید و بچنگان چنگ و عود و دف و نی و بربت شم و نقل و گل و می و ریحان من شرمنده از مسلمانی شدم اونجا به گوشه پنهان چی پرسی چی این گفتن آشقی بیقرار و سرگردان گفت جا دیدش از می ناب گرچه ناخونده باشد این مهمان ساقیا پش پرست آتش دست ریز در ساغر آتش سوزان چون کشیدن به عقل مونده نهوش سوخ دو کفر و هم از او ایمان مست افتادم و در اون مستی به لسانی که شرح آن نتوان این صدا می شنیدم از اعضا همه هست تلورید و شریان که یکی هست و هیچ نیست و وحدت وجود هر سبب که یعنی وجود یکی و دو نیست و خدای شخصی وجود ندارد که به عنوان سانع و مصنوع و اینها نیست، یعنی همه هستی هر سبب که جلوگاهه در حقیقت حق هست و حق در همه چیز مستقیم هست و این انسانی ترین مسئله اون دیگه آمده. این وقتی کسی واقعا معتقد شد و فهمید این داستان رو هر طبیعهی رو جلوهی از عقلی دیگه برای او تعصب دینی و نژادی و اینها معنی نداره. این کافر است، اون نجس است، این یکی کارکسلات است، اون یهودی است، اون بابی است، سرش را ببرید. اینها مزخرفات دینه. هر کردن تیره ترین بعد انسان را این دین از کنم به عرصه وجود میاره و جوانمردی عرض می شود که اجازه بدید که من از هکی از آثار دکتر نوربخش برای شما از جوانمردی بخوانم. بله خب این کتاب کشکول نور از دکتر نوربخش است. جوانمردی آن است که دیگران را در هر کاری بر خود مقدم داری و با دل و جان در خدمت خلق باشی. اساره همه ادیان عالم، ادیان درست حسابی عالم همه خدمت خلق است. چون این یک پدیده انسانی است، از برای انسان است. الله عرب چه احتیاجی به دلال شدن بنده و جنابانی داره؟ اگر اون خالق به حکمت بالغ خود قائم به ذات خود همه جهان عظیم را خلق فرموده است و این کهکشان ها که تا حالا 300 میلیارد اون کهف شده است، از اون دیگر به دلا و راست شدن حسن و نقی و فقی چه احتیاجی داره؟ خیالا اصل و منظور خدمت آدم ها بوده، کم کردن رنج آدم ها بوده، نه افزودن به رنج گرفتاری آدم ها. خب ابو علی را گفتن فتوت چیست؟ گفت حرکت کردن از برای دیگران. این از تذکرت الاولیا بود. فرقانی گفت جوانمردی دریایی به سه چشمه، یکی سخاوت، دوم شفقت و سوم بی‌نیازی از خلق و نیازمندی به حق. تذکرت الاولیا، اثار نیشابوری.
فرغانی را پرسیدن که جوان مرد چه داند که جوان مرد است؟ خب بدون که اگر خداوند هزار کرامت با برادر او کند و با او یکی کرده بود، اون یکی نیز ببرد و بر سر اون نهد تا اون نیز برادر او را بود. آخوندها میگویند که جوانمردی آن است که اگر من جیب هزار نفر را خالی کردم و هزار عرض کنم کاسب بیچاره و عرض کنم که زنانی کار میکردن خانه اینها را قصد دارم به جیب خود رسن، برای هزار یکمیش هم اگر لازم هست اون کسی هم که کاری نکرده یه پرونده به زیر بغلش میذارم انبار حساب بگیرم. این جوانمردی آخوند. یعنی من میخوام به شما یه چیزی بگم بکنم که ضرب قاطع میدن من در تاریخ انسان آخوند جوانمرد ندیدم. و این جوانمردی نه احتیاج به PhD داره، این جوانمردی نه احتیاج به دکترا داره، جوانمردی نه احتیاج به درس و مدرسه، هیچ اون نجاش نداره جوانمرد. و از همین زمینه فتوت و جوانمردی عیاری که مثلا یعقوب لیث فرخاب بخش عمده ای از فرهنگ غنی ایران زمین مبتنی بر همین انسانیت جوانمردی است. کاری چون وقت مبتن هست بخوام در باب دوتون وقت صحبت کنیم. این از اونجا برخواست و مثل عشق و وحدت وجود در احوال اینشتین ملاحظه می کردم و این چپتری از این کتاب که اسمش کتاب خدمت می خواهم گفت که فشار آورده بودن که آقا این خدا رو قبول داری شما، من رو نداری، بیچاره فرار می کرد از این صحبت، می گو آقا من رو رد کنید، رها کنید منو، من خدای اسپینوزا رو قبول دارم. حالا یک ادنه می فهمیدن اسپینوزا چه گفته از شرش می کرد می کردن یک ادنه هم باز دارن توجه بیشتری بده آیا خدا من تبارک و تعالی رو آقا من خدای شخصی رو قبول ندارم، خدای ریشداری که هست میزنه به کار آدم ها دخالت میکنه، من این رو قبول ندارم، چنین چیزی میسری نمیشه. و بعد میگوید ما همه به صورت ذرات رقصانی هستیم در این آن و آوای اون نوازنده نامردی همه در رقصی. در واقع اینشتن وحدت وجودی بود مثل اسپینوزا، کاملا اندیشه هاش وقتی بر میگرده به نگرش فلسفیش به جهان مثل بایزید بسطامی، مثل ابو سعید ابو خیر خودمان هست و بر مبنای همین که حق یکی و همه خطوط و نقوش هستن باوقی، این هست که تحقیقات علمیش که همون فیلد تئوری باشد که جمع کردن نیروهای طبیعت در یک فرمول واحد بود، این هم خواستگاهش اندیشه فلسفی بود. باری این هر کنم که مایه اصلی تصوف بود و بعد البته معاصر خانقاه بود، اما سلسله نداشتیم، چیز موروث نبود، اینها گذشت و داستان ها و همین ها در خانواده های سنی به دنیا می آمدن. در حقیقت ما اولین قدری که شیعه بوده شاه نعمت الله ولی بوده که مراتب این بزرگان از دین بالاتر بوده، اینها از شریعت می رهیدن تا به طریقت می رسیدن، یعنی دین رو به صورت یک از کنم کارچاخ کن به قول عوام الناس، کسی که باعث رفت دلدار می شود می شناختن و بعد کنار می زدن. جامی که از عرف هاست وقتی مرده بود رفتن برای سرش دیدن که آقا یک روایی گذاشته است، این روایی رو خوندن و خیلی هم مرده توجه شما هم بکنان شد. ای مقوش از مه بده جام میم، کامد به نزاع سنی و شیعه قیم، گویان که سان که جامی ها شما از حد دارید سک شد که سک سنی و خرشیعه نیم. اجازه فرمایید که یک موسیقی دیگر بشنوید، موسیقی خانقاهی و غیره موسیقی درویشی برمیگردیم اختصاصا در باب مرحوم دکتر جواب نوربخش دوست در گذشته من صحبت میکنیم. بشن دقیقیم
بچه هم مثلا گرامی در باب تصور صحبت میکنیم که سرچشمه انسانیت بود و کارخانه آدمسازی بود. حالا از شبه که وقتی جامعه به انحطاط می رود بارها از سردم همه چیز به انحطاط می رود، دینش، علمش، ریاضیاتش، نجومش، تصوفش، همه اینها. و باب تصوف از کنم که اجازه فرمایید که یک سلسله صحبت ها داشته باشید در آینده، از ابتدا معرفی این شخصیت ها و این تراز و فرودی که این مذهب عشق در تاریخ ایران داشته است. عرض شود که اجازه بدید که دکتر نوربخش رو به شما معرفی کنم. البته ایشان بسیار معروف بود نزد پیروانش و دوستانش و کسانی که حدی به شاعری داشتن، شخص ناشناسی نبود، بسیار بسیار مشهور بود، اما به هر صورت یک بیوگرافی برای من فرستاده خدمتتون میخونم. دکتر جواد نوربخش پیر طریقت نعمت اللهی در اقامتگاه داور در کشور انگلستان نزدیک آکسفورد درگذشت. دکتر جواد نوربخش در سن 27 سالگی در دورانی که به عنوان پزشک و رئیس بهداری شهرستان بم به خدمت مردم محروم منطقه اشتغال داشت، بر اساس سنت تاریخی طریقت به عنوان جانشین منتخب مرحوم مونس علی شاه ذوالریاستین و با لقب طریقتی نور علی شاه زعامت صوفیان نعمت اللهی را بر عهده گرفت. به پس از مدتی به تهران منتقل و در خانقاه کوچک نعمت اللهی در جنوب شهر تهران در حاشیه میدان شاهپور اقامت گزید. خود دکتر نوربخش به معلم میگفتن که وقتی من آمدم خانقاهی نبود، چیزی نبود، یک اتاقی بود پر شتش. بعد کنم این در آویش با این ریش های انبوه و این بحث شد که وضعیت قلندری عقب افتاده رو هنوز روزگار قاجاری بود. من سر سامان دادم به این که این داستان و شکلش عوض کردم. این صحبت خود ایشان بود به من. بله، قابل ذکر است که روانشناس دکتر نوربخش نوازه شیخ کمال الدین نوربخش از مشایخ بزرگ طریقت نوربخشی است که مقبره و خانقاه قدیمی او از اون بخشی از خانقاه بازی شده نعمت اللهی در کرمان است. زندیا دکتر نوربخش در زمینه علوم روانپزشکی تخصص داشت. پس از اخذ دیپلم از سیستان از دانشکده پزشکی دانشگاه سوربن پاریس در فرانسه به عنوان استاد روانپزشکی دانشگاه تهران انتخاب شد و تا آخرین روز قبل از بازنشستگی علاوه بر مدیریت گروه پزشکان سمت ریاست بیمارستان روزه و ریاست انجمن روانپزشکان ایران و عضو افتخاری انجمن روانپزشکان آمریکا را به عهده داشت. آثار علمی به جای مندرجه شامل و تألیف تحریر و ترجمه و مقالات و مجموعه جزوه‌های آموزشی که مورد استفاده محققان و استادان دانشجویان قرار دارد بالغ بر 37 مجلد میباشد. تعداد زیادی آثار ایشان را من اینجا گذاشتم که اینا بیشتر در باب تصوف هست. بله، شادمان دکتر نوربخش فزون و خدمات اجتماعی و علمی با تلاش خستگی ناپذیر و کوشش غیر قابل تصور در زمینه تصوف نیز خدمات شاهان انجام داده که بدون اغراق بعد از بنیانگذار طریقه نعمت اللهی شاه نعمت الله ولی کرمانی با خدمات هیچ یک از دیگر مشایخ و پیران طریقت قابل مقایسه نیست. تعلیمات والای زندیات دکتر نوربخش نه تنها باعث شد گروه کثیری از زنان و مردان آزاده و روشنفکر سطح نعمت جلب کردن، بلکه مهرورزی به کلیه انسان ها فارغ از رنگ و نژاد و قومیت و خدمت عاشقانه به خلق خدا را سرلوحه وظایف صوفیان قرار داد و آنها را از بیکاری و تسلیم قضا بودن منع نمود و همگان را به تحصیل علم و تکبر توصیه کرد. زندیا دکتر نوربخش در طول حیات خود نیز جمعی از تحقیق و پژوهش عرفان ایرانی و تصوف اسلامی بازنمود. علاوه بر تألیفات و آثار متعددی که در خصوص شرح احوال بزرگان و پیران طریقت و اصول آیین طریقت نعمت اللهی از او به شاه رسیده است، به منظور اشاره معرفی فرهنگ غنی مبتنی بر عشق و جوانمردی ایرانی کنفرانس ها و سمینارهای مختلف برگزار نمود که متن سخنرانی های شرکتکنندگان در آنها به زبان انگلیسی به چاپ رسیده است. این دو جلد بسیار بسیار مفید است که خودشون به من مرحمت کردن و دارن. از جمله آثار متشابه دیوان نوربخش چاپ 13 مجموعه هفت جلدی معارف صوفیه، مجموعه هشت جلدی فرهنگ اصطلاحات عرفانی ایران، این 40 کلام و 30 پیام و آخرین آنها جوانمردی شاف ایران و ابو ابوالحسن خرقانی شاف لندن است. بسیار آثار جهی طریقت نعمت اللهی به زبانهای زندگی دنیا ترجمه شده و علاوه بر اینها به همت ایشان فصلنامه صوفی 20 سال بدون وقفه به زبانهای فارسی و انگلیسی و در چند سال اخیر به زبانهای فرانسه، اسپانیایی، آلمانی، ایتالیایی، هندی، هلندی و روسی انتشار یافته است. تا سال 1357 خورشیدی حدود 70 خانقاه توسط وی در اغلب شهرهای ایران احداث گردید که همه آنها به صورت قانونی و شرعی وقف صوفیان نعمت اللهی شده است، لکن در حال حاضر فقط تعداد از خانقاهها در وقفی مذکور داری میباشد و مابقی مورد تصرف دولت کنونی. یکی از خانقاهایی که گرفتن و با بولدوزر انداختن یک خانقاهی بود در تبریز که از کنم جنبه تاریخی هم داشت
ولی اصل علمای اعلام و آیات خوزام گرفتن و خوردن. سوفیاوان نوروقت با توجه به نیاز جامعه غربی و گرایش روزرسون جوانان به شناخت فرهنگ ارفانی و تضاییر سوفیان نمت اللهی پر در انگلستان و به تضاییر در شهرهای مختلف آمریکا و کانادا در قاره‌های آفریقا و اروپا و اقیانوسیه جدیدن در کشور مکزیک به تأسیس موقوفات خانقاههای نمت اللهی اقدام نمود، چنین که در حال حاضر 33 خانقاه در خارج از ایران و 2 درمان خیلی درمانگاه خیریه در آفریقا فعال و دایر میباشد. این طولانی است و اجازه فرمایید که اصلا که این بگذاریم. فکر کنم بخشای مهمش قسمتون گفتم. اولین آشنایی من با ایشان این بود که یک روز در این آی‌تی‌وی ما نشسته بودیم حدود 4 سال پیش، برنامه تمام شد، دیدم که مرد خوش‌سیما با لبخندی آمد و تعدادی کتاب هم زیر بغل داره و گفتن شیر ما برای شما کتاب فرسته. نگاه کردیم که از کنم چند کتاب هست که خزانه خانم مصطلحات صوفیه بود. من با نام دکتر نوبخت از طریق همین کتاب آشنا بودم، یعنی برای نخستین بار یک مجموع مفصل از تبیین و تعلیل مصطلحات صوفیه تو زبان صوفیه، زبان رنزی. این رمز رو اختراع کرده بودن که آخوندها به اونها ایراد نگیرن، در واقع این زبان خاصی دارد فرض کنن که این مصطلحات فنی صوفیه و با نامشون آشنا بودن. این کتاب رو دیده بودم و وقتی که آقای شمس آمده اینها با هم صحبت کردیم و راجع به دکتر صحبت کرد و من زنگ زدم برای سپاسگزاری از لطفی کرده بودن و این کتابایی که فرستاده بودن. صحبت من با ایشان از اونجا آغاز شد، روی 4 سال پیش. و تصور از یک شیر طریقت که یک آدم سنتی نسبتاً دوگمی بود، چه جهت اینکه تصور بعد از همین دوره شاه نعمت الله ولی در روزگار صفوی، چه جهت اینکه آخوندهای شیعه به قدرت رسیدن و کینه و دشمنی قدیم خود رو نسبت به تصور در مرحله عمل آوردن، خانقاه ایران رو خراب کردن. در هر شهر ایران چندین خانقاه بود که این پناه بیچارگان رو فرض کنن که اصحاب سبیل به قول قدما بود، اینا رو خراب کرد. این فرض کنن که همین باقر مجلسی و داده هسته و اینا زمان شاستان فن و بعد این بیچاره ها برای این که بگوین ما هم از شما هستیم، این داستان علی گوجم علی جوجم و این پسر ابو طالب با اون قمش که واقعا آدم خجالت میکشه که این مذهب است و این هم این بابام کاری بوده در این دین، به تمام خانقاه آویزون شد و علی گولم علی جولم و علی موجود. شما نگاه کنید در تمام تاریخ ایران، آقا در حرفهای خرقانی، در حرفهای بایزید بستامی، ببینید علی جایی داره اونجا. به جهت این مسئله که سعدی میگوید شبلی از هانوم که گندم فروش جوانی گندم خرید، برد به منزل، نگاه کنید یک مورچه در اونجا، این جواد رو به کور گرفت، آمد نمیدونم در همون محل این مورچه گذاشت، این مورچه برد کنم که به زندگیش برگزدی، نمیتواند اقتدا بکند به یک آدمی که هر روز سر میبریده، آدم سر میبریده به سر ابو طالب. بنابراین این داستان از ترس آخوندهای شیعه و امروز هم از ترس آخوندهای شیعه و عوام، اینا این علی موجود و این داستان علی و ملی و اینا وارد این داستان تصرف، این مرکز فلسفی بود، آقا انسانی بوده، علی و ملی ربطی نداره. و من تصورم این بود، چون پیش از این هم از بعض تعلیمات همین پیران خانقا نگاه کرده بودم، اینها یعنی بوی تعصب و بوی خوشبختی دینی اینها میاد و گوری گزیده بودم از این داستان ها. فقط این پرداختن در از کنن به کار کسانی که در این باب تحقیق کردن در ایران، دکتر نفیسی مرحوم زرین کوب، دیگران کار کردن در خارج، بسیار کار شده از برتس تا دوزی و دیگران و نیکلسون، اینها دوست داشتن من این مکتب رو، بسیار دوستی دارن مکتب تصوف رو، جلوه های انسانیش فوق العاده است، یک ترکیبی از مسیحیت است و آیین بودا و جلوه های انسانیش خارق العاده است. بگذاریم و بعد که من صحبت کردم خودم رو در ارتباط با مرد دیدم بسیار روشن، که البته طلبان همین بود به جهتی که دکتر نوربخش مرد تحصیل کرده امروزی بود، از قید همه تعصبات رها شده بود و از شیوه هایی که این هم در سخن داشت، همون به کار بردن خصلت های مردم کرمان و از کنم رفسنجان تا خطه نائین هست، معمولا با یک طنزی شروع میکنن، با یک ایما و اشاره و شوخی. آقای بهرانی دوست من نمونه کامل از کنم که این شخصیت بیسترن کرده به دلاز، وقتی که مثلا زنگ میذاره محبت کنه، یکی آقا
شرط ادب آن است که در حضرت خورشید گوییم که ما یک شب تاریک ندیدیم. خب این طنز زیبایی دکتر رو بخشن، این طنز رو داشت، همواره با یک شوخی آغاز میکرد، اما وقتی که مطلب جدی میشد بسیار خوب تحقیق میکرد و بسیار خوب سخن میگفت و مطالب رو به گمان من که نیکی دریافته بود و مطالب مربوط تصوف رو کاملا از نگاه انسانی مینگرید و بحثای ما ادامه داشت در ارتباط با آخوندها. آخوندها رو تشبیه میکرد به عنکبوتهایی که تار میتنن که این جان مگس رو بگیرن و او این جریانات اخیر رو تفسیر مردم میدانه و میگفت مردم خرافاتی هستن و تا بیدار نشون این داستان و این نکبت از ایران بیرون نخواهد رفت. و با هم بسیار سخن میگفتیم در ارتباط با دین و مطالب مربوط به آن و عرض کنم به خصوص در باره پسر ابوطالب و اینها صحبت میکردیم. دکتر نوبخش اسم این پسر ابوطالب رو از دیوانش بیرون کشید و عرض شود که این رفیقمون با اون شکمشمون قمش اینا از خانقه ها برچید. در این عکس از بنده تری، این تری لازم کنید دست راست من نشسته آمریکایی، اما چندین زبان رو به فصاحت صحبت میکنه، زبان فارسی، عربی، ارمنی، نمیدونم روسی، یک نابغه عجیبی در کار زبان. تری کارهای دفتری و تحقیقی و تحقیقی از کنن کارهای که دکتر نوربخشان انجام میده و خیلی خیلی مرد نیکیستی، مرد بزرگوار، یک درویش واقعی. و بنده نشستم اونجا، اینجا جمعخانه یا جمع خانه خانقاه هست، دکتر جمشیدپور هست، ستاره شناس، مرد بسیار شریف و بزرگوار دکتر جمشیدپور و محسن خان شمس هم که اگر اشتباه نکنم در منطقه سمسیشت نشسته، سیادگاری رو در جمعخانه گرفتیم در مسافرتی که بنده داشتم به لندن به دعوت دکتر نوبخش. گاری بعد از مکالمات بسیار ایشون محبت کردند و دعوت می‌فرمودند که آقای سری بزنید به اینها. رفتیم به اتفاق آقای شمس و خانمشون افسانه که این دو درویشان بزرگوار هستن هر دو. روز دکتر نوبخش گفتن روز نوبخش این محسن درویش بهتریه یا افسانه؟ گفت بپرس کدومشون درویش هست. به همون شیوهی که عرض کنم که خاص او بود، باری ما رفتیم به لندن و از همون فرودگاه لندن تا به بندری اشتباه نکنم مبلغ راه هست بکنم یک ساعت این دو ساعت طول کشید، وارد شدیم به یک زمینی آسیای قدیم، آسیای بادیای قدیمی که دکتر نوبخش اون زمین رو گرفته بود خانقاه کرد و محل اقامت دکتر نوبخش هم همین خانقاه بود و این برج آسیا شیش به شیش که بالا میده همه کتابخانه بود در اونجا. ولی در اونجا با بانوی بزرگوار ایشان آشنا شدیم که یکی از با فضیلت ترین خانم هایی که من و همه هم دیدم، این بزرگوار با دخترشون و فرزندان ذکورش رو من ندیدم جز علیرضا که شاید دو دقیقه هم نشد که باید اتاق شدم سلام کردم. گاهی ما رفتیم در این خانقاه مهمان ایشان بودیم، یک اتاق خیلی ساده پستی بود. اون عکسی که از دکتر نوبخش روی تخت هست اگر نشان بده خیلی جالبه، این چیز در اونجا اصلا داشت روی یک صوفایی اونجا گذاشته بودن که کاملا نو بود اینا. بعد گفتن که در این اتاق پیر کسی نمی نشینه، بلکه میان اینجا به زانوی دو زانوی ادب مقابل پیر میشینه و این رو گذاشتن مخصوصا دستودن که شما بشینید با پیر صحبت کنید. اینها ما نشستیم با این مرد صحبت میکردیم، سادگی و لطف کودکانی داشت، فقط این مرد ساده بود که باور نمیکنی، چه روح لطیف و ساده و کاملا انسانی، اما بیاسلام بسیار ظریف و نکته‌یاب و اشراف خارق العاده داشت به مصطلحات تصوف و تاریخ تصوف و نگاهش کاملا انسانی و آزادمنشانه بود. بعد می آمدن از اطراف اجناب جهان می آمدن، من از پنجره نگاه میکردم و گفتم دکتر اینها مریدان شما هستن، اجازه بدید من برم بیرون. شاید حرف می گفت نه آقا بشین، میام اینجا سمشون رو بریزم. و می آمدن احترام میکردن، می نشستن و یکی دو سوال نشان میکرد و می گفت بیرون باشی. در اونجا این آشپزخانه به مدیریت بانوی بزرگوار همواره برقرار بود و عده زیادی می آمدن در اونجا و از کنم که جب می زدن صحبت می کردن و هر که وقتی صداشون می آمد. 10 روز من پیش دکتر نوربخش بودم
مباحث ما به اساس تصوف و فلسفه بود. عرض کنم که شعر و ادب و اینها میگشت و دکتر نوبخش این دین خرافاتی رو مایه بدبختی این جامعه ایران میدانست و به جد بر این بود که تصوف ایران ریشه در فرهنگ خسروانی ایران داره و ریشه هاش هم پیدا کرده بود و معرفی کرد و در این بود که کسانی که میگن این تصوف از اسلام است و اینها یک سری در اشتباه هستن و این یک مقاومت معنوی بوده است در تقابل با این تهاجم عقیدتی که از سوی تبار اسلامی شده است بر ملت ایران و عرض کنم که پیروانش رو هم در این مسیر رهنمود میداد. سال یک بار هم اونجا عرض کنم که آشی میپختند و رسومات قدیم بعض اوقات هم ایشون صحبت میکرد و به زبان انگلیسی میامدن و من در اونجا با چند شخصیت بسیار بسیار محترم و جالب آشنا شدم. مهندس عرفر هست که درود در ایشان، مرد بزرگوار کردستانی، بسیار بسیار بزرگوار شریف، بسیار عبارت اختصال شد. دکتر جمشیدپور، آقای مظهری کرمانی، محقق ارجمند، انسان والا و شریف واقعا، که هم مریدان دکتر بودن. بعض از کنم انگلیس ها رو من میدیدن به زبان انگلیسی اینا میمدن که دو کلمه فارسیش کرده باستن میدانستن و از ارادت میدنن. خاطرات بسیاری به سکنو رفت باز از صحبت هایی که با انگلیس ها کرده بود و از سبب که با بعض محققان حوزه سوربن بر سر همین موضوع تصوف و از این مباحث بین ما بسیار بود. کتاب های بسیاری رو عرض کنم که ایشون تعلیف کرده که اشاره کردم، تعدادش رو روی نیز هست اینجا و زنده کردن دیوک در واقع زندگی نامه پیران خراسان از جمله کارهای همه میدونم این مرد بزرگوار چه وقت پیدا میکرد همه کارها رو انجام بده. هم که از کردن سری بیشتر کارهای دفتری میکرد و به دست آوردن معاخر، اما کتاب ها چاپ شده و هست بسیاریش اینجا، چند تاش در اینجا هست در خرابات. و دکتر نوبخش شاعر بود. البته یک گفتگوی شاعرانه بین ایشان نواب صفا فکر کنم منتشر شد که نواب صفا ترانه سرای معروف خواسته بود که ایشان به قول معروف ایشان رو وارد بکند به تشکیلات نعمت اللهی. توضیح را عرض میکنند که ما نعمت اللهی گنابادی داریم و نعمت اللهی نعمت اللهی گنابادی عرض کنند که محلشون در بیزخت هست. بزرگان این سلسله در قرون اخیر یکی سلطان علی شاه بسیار رد بزرگی بوده، تعریفات خیلی جالب داره، سال علی شاه گنابادی و رضا علی شاه که فوت شدن و پسرشون نمیدونم قبول یا پسرشون هم فوت شدن و سعید برادران اینها از صورت که امروز پیر هست. نه شاه نعمت اللهی تفاوت داره. یا علی رو دکتر نوبخش از خانقا برداشت، اگر شما درویشی دیدی گفت یا حق، یکی از نشانه های این هست عرض کنم که درویش نعمت اللهی یا علی رو برداشت، چون میگفت مقصود از عرض کنم که وارد این شریف شدن رسیدن به حق هست، علی و ولی اینا جایی ندارن. یکی از غزل هایشون رو من خدمتتون میخونم و غزل زیبایی هم که استاد لطفی خوندن از کار ایشون بود، دیوانشون هم عرض کردم چاپ شده. این نکته همی آموخت پروانه به پروانه، این ما و تو افزاید افزانه به افزانه. بله، جز شم نباید جز شم نباید دید، در عشق من و ما شد دیگانه به دیگانه. با دیده دل بنگر در سینه بود پنهان گنجی، که همی جویی ویرانه به ویرانه. او جاذب و او مجذوب، او طالب و او مطلوب، در حلقه ما میگفت دیوانه به دیوانه. یک باده بود در جام، دیدم به هزاران نام، هرچند که گردیدم میخانه به میخانه. گر همسفر مایی مردانه به ما بگذر، یک جا دل و دین را ده جانانه به جانانه. تا عشق مهندس شد در تعبیه دل ما را، بله بنمود به ما هر سو گدخانه به گدخانه. نوری که خدا بخشد بیچون و چرا بخشد، بیهوده چه میگردی کاشانه که کاشانه.
و مشغول تهیه کتابی بودن که نقل قول بزرگان بود در باب آخوند و ملا. زنان هم گفته بودن که اگر شما نقطه دیدید اینا که چند تا از عبد زاکانی ایرج میزا عارف قزوینی اینا در ایران تا عبد ملا و مفتی که از ایرج هست به روز بدتر از این هم میفتی و از این لفاظ هم با هم صحبت میکردید. وقتی که با هم جفت میزدید میگوید آقا از کفریات بگو، هیچ چیز مثل کفریات نیست، و هم با هم جفت های کفری میزدیم. و از شبت که جواد نوربخش 82 سال داشت، البته از کنم که در صورت هر کسی که وارد کارهای اجتماعی شود این مخالفین هم پیدا میکند. یا آقای باهنری به ما زنگ زدن شاکی شدن اینها که در ایران و پیشون بکنه وقت نمیشناخت و یکی دو خانم بزرگوار اینجا و از کارهای که مسئله و مسائلی بود که ما دلایل قاطعی در انجام پیدا نکنیم با چیزهایی که به دست ما دادن که دکتر نوربخش رو گناهی بوده است در اون داستانها. و اینا مسئله ایست که ما مربوط نیست. من اینجا در حقیقت نقد حالی میکنم از ارتباط خودم با یک مردی که 82 سال در خدمت مردم بود و خانقاه های بسیار من میدیدم سیاه‌پوستان آفریقا در مسکو یا نزدیکی مسکو خانقاه ساخته بودن، در لس آنجلس از کنم که در همین آمریکا دو خانقاه و سه خانقاه داشتن. و امروز فکر میکنم که بعد از درگذشت ایشان پسرشان علیرضا رو نامزد کردن که به جای ایشان باشد. من در گذشت دکتر نوربخش رو تسلیت میگویم به خانواده او و پیروان او و دوستان او. مرد بزرگواری بود و بسیار زحمت کشید در این راه و نمونه خوبی بود. از کنم که از یک صوفی مدرن رو اشاره کردن که وقت ما در اینجا تمام شد. سپاسگزاری میکنم از آقای شمس محسن جان که زحمت کشید و عرض کنم که این مطالب رو آوردن در دفتر تلویزیون این عکس‌ها رو نشون دادن. سپاسگزاری میکنم از خانم نوربخش هم تسلیت میگم خدمتشون و همچنین تسلیت به همه دوستان و طرفداران او. و وقت ما هم در اینجا مثلا گرامی پایان رسید. در باب تصوف جنبه های مثبت تصوف و جنبه های منفی که در دوران انحطاط رسد حتما بعد صحبت خواهیم کرد. و از کنن که خانقاه چه جایی باید باشد و پیر اون خانقاه چه کسی و گرفتاری هایی که پیش میاده اینها رو در بابش حتما صحبت خواهیم کرد. خدمتون هست در مورد یک ساعت خواهش میکنم سخن رو کوتاه کنیم. دو دقیقه در خدمتون خواهم بود. دو هموطن بیان بکنم صحبت کنم. با سپاس از شما هموطنان بزرگ، با سپاس از شما همزبانان گرامی، درود بفرستم به برادران خواهران افغان که بسیار محبت دارم به من زنگ میزنن توجه میکنن. تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد انسانیت، زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی. جهان غلاس